با درود. سینمای موزیکال یک ژانر منسوخ شده است متاسفانه، و به ندرت سالی شاید یکی دو بار فیلم موزیکال ساخته میشه مثل ژانر وسترن. اخیرا فیلمی روی اکران شد، روی پرده هست در حال حاضر، که به سینمای موزیکال پرداخته، به یک خواننده بسیار مشهور و محبوب، الویس پریسلی. بله، که فیلم خوش ساختیه و بسیار در ساخت این فیلم زحمت کشیدن، خصوصا فیلمبرداری و تدوین فوق العاده خوبی داره، بازی ها خوبه. این فیلم رو باز لوهرمن ساخته و آستین باتلر در نقش الویس پریسلی بازی کرده و چقدر شبیه. فیلم های دیگه ساختم مثل فردی مرکوری که چندان شبیهش اصلا نبود، یا حتی چاپلین نبود، در نیومد، ملی موندو در نیومد، ولی این در اومده. زندگی حیرت انگیز الویس پریسلی، اسطوره راک اند رول که وامدار موسیقی سیاهان بود، بسیار بها میداد و از اینها به نیکی یاد میکرد. موسیقی بلوز رو در واقع یه مقداری اومد و تعریف کرد، حمایت کرد از موسیقی سیاه پوستان. آدم در واقع اجتماعی بود و متاسفانه در اوج شهرت گرفتار اعتیاد شد. همسرش و دخترش، یه دختر کوچیک داشت، ازش جدا شدن و این جدایی بسیار به این لطمه زد. به جای که کمکش کنه، زنش به خاطر اعتیاد اونطور که فیلم میگه ازش جدا شد، ولی این دامن زد و در سن 42 سالگی فوت کرد در اوج ثروت و قدرت و محبوبیت، و این یه شوکی وارد کرد به عالم موسیقی. حالا شایعاتی بود که بسیار از اینها ممکنه به قتل برسن، حالا به دلایل رقابتی، اجتماعی، سیاسی و غیره. من از شما دعوت میکنم این فیلم رو ببینید در سینما در حال حاضر اکران، حالا اگر نبود هم حتما در برخی شبکه ها هست. از معدود فیلم هاییست که درباره یک سلیبریتی ساخته شده و درست هم ساخته شده. در این فیلم تام هنکس در نقش مدیر برنامه‌اش بازی کرده، و چه بازی درخشانی. من فکر می‌کنم حتما کاندید جایزه اسکار بشه، حتی اسکار ببره، با یک گریم هیچکاکی در این فیلم ظاهر شده. و اصلا من از بازی این دوباره این فیلم دیدم به خاطر بازی تام هنکس. بله، این فیلم در اغلب سینمای آمریکای شمالی در حال حاضر در حال نمایشه. متشکرم، شاد باشید و فیلم‌های خوب ببینید. و فیلم‌های خوب رو خوب ببینید. متشکرم.